أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتابي مرحومة سيدة مرتضى شريف مرتضى داره اسمه تنزيه الأنبياء، اونجا قدری از روایات رو نقل فرموده ایشون، علامه مجلسی قدری بیشتر چون چند قرن متأخر بودن، که انبیا همه عصمت دارن، فقط مراتب عصمت فرق میکنه، مثل مراتب عدالت که فرق میکنه. دو تا آدم عادل هستن اما یکی اعدل از یکی دیگه است. مثل ملکات دیگه دو نفر شجاع هستن، یکی شجاعتر یکی دیگه است. عصمت در همه انبیا هست به خاطر ادله نقلیه، فقط مراتب عصمت درشون فرق میکنه. نعم شلون؟ نعم ای ای شلون؟ مختلفة بالنتيجة الأوامر. أي شوفوا كلمة إرشاد، هذا اصطلاح من العلماء من الفقهاء. الأمر الإرشادي، الله عز وجل خلق العقل للإنسان، وهذه والعقل حجة باطنة كما في الروايات الشريفة، فحجة على الإنسان اللي يلتفت إلى الأمر العقلي يكون الأمر بالنسبة إليه إرشاديا، مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللي ما يلتفت يكون الأمر بالنسبة إليه مولويا. ليش لا؟ أي ليش؟ الله يقدر من العدم، احنا ما نقدر. لا اي يأمر للجميع، يا ايها الناس، يا معشر الجن والانس، للجن الاوامر للجميع الا الاوامر الخاصه اللي للانبياء. اي اشياء يعني تكوينيات مو تشريعيات، تكوينيات يعني الأكوان الله من العدم خلقها، الله قادر. أم الآن ها 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 لا مختلف. أحيانا الله عز وجل يخلق الصوت في نار في شجرة، أو يرسل رسولا كما في القرآن الكريم، موارد مختلفة مو شكل واحد كلها. اي على كل المختلف، هاي في التكوين، هذا في التكوينيات. اي هشك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. كما في الروايات اكو يعني اللي يقول النبي صلى الله عليه واله اقبلوا اعملوا به تسليم. تسليم من السلام يعني حي تحيه، وتسليم بمعنى الاسلام يعني يكون يستسلم لما يقوله رسول الله صلى الله عليه واله. في الروايات هذا المعنى. نعم.
ببخشید یه لحظه. نه بله نه سلم و تسلیم و ایلیش هو هذا ای نه به روایت اشکل اکن بفرمایید. بله صاحب در عروه شرایط استطاعت را 10 تا شمرده، یکیش ماله، یکیش خلو و سربه که راه باز باشه، یکیش صحت بدنه سلام 10 تاست، یکیش رجوع به کفایه است، اینا که فرمودن. فقط بله همه اینا باید فعلیت داشته باشه، یعنی اگر در کشوریه که باید 10 سال قبل، 20 سال قبل، 5 سال قبل نام نویسی کنه، اونجوری میتونه بره حج، باید اون اسم نویسی کنه. بله سابقا زمان قدیم از چین حج میخواستن برن 2 سال نوشته طول میکشیده، خب این از 2 سال قبل مستطیع بوده، سلام علیکم، از 2 سال قبل مستقصی عواید بره. بله واجبه برای کسی که میتونه، استطاعت معنی شرعی نداره غیر از اون اضافاتی که شارع فرموده که رجوع به کفایت و اینا باشه، یعنی استطاعت یعنی قدرت، کشف میکنه که مستقصی نبوده اگه تقصیر نکرده باشه قبلا، اگه تقصیر کرده حج در ذمه شده، حتی اگه اسم نوشت و مرد باید براش حج بدن، اما اگر نه اون اول وقتی که میتونست اسم بنویسه اسم نوشت، اما قبلی که اسمش در بیاد و بره حج مرد، نه این معکش میکنه که مستطیع نبوده. مشهور همینه قدیما و حدیثا، و اون روایت معتبرت السند که داره که اگر مرد هم در حکم طلاقه نصف مهر برمیگرده، ببینید جواهر غیر جواهر، این روایت نادر از فقها بهش عمل کردن، شهرت عظیمه اعراض ازش کردن، قضیه خارجیه بوده نه قضیه حقیقیه. بله این که شامل نمیشه نه بله همین که فرمودید این شهرت عظیمه همینه، وقت اعراض شده از اون روایتی که معارض این روایته، و این روایت معمول به های شهرت عظیم است، اون روایت معارض عنها است. نعم ای نعم ای الخلق السابق الجسم النوراني قابليات والاختبارات اي ابراهيم ولد نتيجه
لا هذاك عالم النور مو عالم الجسم. اي كما ورد في زيارة مولاتنا فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم: خلقك قبل أن يخلقك. يعني شنو يعني خلقيا؟ خلق نور وخلق لا جسم. اي اقصد ظهور القران النبي ابراهيم الاختبارات اللي صارت عليه حتى يكون اي بالجسم المادي والاختبارات اي بالجسم المادي. نعم العالم الاول يعني ما كان ما ادري هسه العالم الاول ايش قد ما ذكر المعصومون عليهم السلام عن اي اللي ما ذكروا ما ندري ايش مدري نحن اي شکی نیست خلق نوری رواجیه تصریح کردی که خلق نوریه نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. وقت اونجا چجوری بوده نمیدونی، یعنی من نمیدونم لااقل با دونیم از روایات چیزی برداشت میشه و بخوام. بله حالا فوجدکی معناش در همون جام صبر بوده یا اینکه فوجدکی یعنی علم انکی ها کذا. چون ببینید اول سال بچه ها که میرن تو کلاس یک چند روز که میگذره معلم میگه این نمره میاره این نمره نمیاره، چون میبینه این تنبله اون یکی نه جدیت داره. این معلم میگه میدانم، این میدانم با اینکه هر روز نشده وقتی که بخوان امتحان کنن تا کی نمره میاره کی نمیاره. این علمه است و جزه به معنی علمه است ظاهره. بله اگر دکتر اجازه رفتن نمیده روایت خاص داره که این نایب باید بگیره بفرست حج. اگر تمکنه از استطاعت مالی داره اما استطاعت سربی نداره، راه باز نیست، گذرنامه بهش نمیدن، به این ویزا نمیدن، استطاعت چیز نداره، صحی سلامت بدن نداره، دلیل خاص داره که در حیات خودش نایب بگیره. در نماز و روزه نیابت در نیست در حال حیات، اما در حج دلیل خاص هست نایب باید بگیره. در حالی که حج بر این مستقر نشده کی؟ دلیل خاص، دلیل خاص روایت امیر المؤمنین علیه السلام داره، یادم یکی روایت حضرت دلیل خاص داره که کسی که پول حج داره اما استطاعت بدنی نداره. نه چند تا روایت، یه دونه نیست، یکیش نه تسالم هست، برای اینکه اگر انسان پول حج داره اما استطاعت بدنی نداره نایب میفرد. نه لازم نیست استقرار. نه ببینید آروه رو من ندیدم کسی هم حاشیه کرده باشه. لازم نیست استقرار، مال همین امثاله، مال همین امثاله، این نایب باید بفرسته. یه روایت هم روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله با اون زن فرمودن اگر بر پدر دین بود، اون مال مرده است، نه مال زنده روایت داره. اروه هم ببینید ظاهرا حاشیه نداره. بله بله چرا؟ شامل کی نمیشه؟ شامل میت یه قسمت میشه، یه حج براش می نویسه، برای نایب ثواب نه تا حج میده.
نمیدونم. نه راجع به زنده اگر فهم عدم خصوصیت باشه بله، اما من الان تو ذهنم نیست این، یعنی آیا عدم خصوصیت هست؟ زنده همین حکم را داره، نایب از زنده اونم 9 تا حج براش میدن، در مرده گفته شده. اگه کسی از فقها فهم عدم خصوصیت دوش بگه، در مورد منوب عنه میت گفتن این را، آیا این مورد یا موضوع، این بسته به فهمه از دلیل. اگر هم شک کردیم قدر متیقن اینه که این موضوع نه مورد. اگه بگیم مورد نه در نیابت از حی هم همینه. نه شاید حج چند تا حج هم کرده، تو روایت نداره که اسماعیل حج نکرده بوده. خب مگه کسی که روایت داره که برای مرده حتی اگه حج رفته مستحب نایب بفرستن، مانعی نداره. این روایت نداره که اسماعیل حج نرفته بوده، نه شاید چند تا حج هم رفته بوده، فقط حضرت یه حج براش داده. بابا ای هذا بمعنى السلام في روايات المعصومين عليهم الصلاة والسلام بمقدار ما أنا شايف صلى الله عليه وآله بدون وسلم أكثر مما أكو صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا في الصحيفة السجادية غالبا صلى الله عليه وآله بدون كلمة وسلم، لأن وسلم تسليما بمعنى الخضوع والانقياد. نعم أكو أيضا في روايات المعصومين كلمة وسلم، إذا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم يعني الله صلى وسلم، من مو الخضوع، من السلام، الصلاة والسلام، وكلاهما تحية. أما الأكثر في رواية المعصومين ببالي كلمة وسلم مو موجود. نعم وعليكم السلام. شوية صعد صوتك. الصلاة صلاة الله عز وجل على الحسين عليه السلام، الصلاة من الله. شنو معنى الزيارة؟ نفس الشيء، الزيارة توجه، زيارتنا نحن يعني حضورنا عند قبر الحسين صلوات الله عليه. أما زيارة الله عز وجل مثل كلمة صلاة الله عز وجل، التوجه الخاص من الله عز وجل. العفو بله. اگر مقروض و دین مطالبه نه مستطیعنی، اینو تو عروه داره. حالا اون دین مهریه خانمش باشه یا چیز دیگه باشه فرق نمی کنه. نعم ای اي هذا بعض العلماء قالوا نجس، انا بنظري الاسبرتو مو نجس، مو معلوم على اصل الطهاره. نعم اي كما نعلم
نعم. لو ترى في العراق في حسينياتنا في مساجدنا في المرافق المقدسه يوضع هذا الكرسي. اي للاسف سيدنا انه حتى نرى شبابا انه يجلس ويصلي على هذا وترك جميع المساجد الا انه شنو ظهر يوجه يا هل ترى هل هنالك يعني القيام بهذه المسألة بجواز مثلا انه لا شوفوا الإنسان يجب القدرة التمكن هذا من الشروط العامة لكل التكاليف إذا واحد يقدر يسجد على المواضع السبعة سجود عادي ما يخالف أما إذا ظهره يوجع إلى مشكلة أخرى عنده تنفسه مشكلة عنده بحيث ما يقدر يعني قدرة ما عنده مو إلا لازم قدرة ما عنده يعني يموت إذا يسجد لا حتى إذا كان حرج عليه صعب إذا كان ضرر عليه إذا كان عسر عليه القرآن الكريم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا عسر عليه ماكو فرق شباب يكون أو غير شباب رجل أو امرأة يصلي على الكرسي يوقف يصلي ويركع ركوع عادي من يريد يسجد يقعد على الكرسي ويسجد عند أي عندما يقعد على الكرسي ويسجد بعد المواضع السبعة لا يجب حتى وضع الجبهة على التربة مو واجب حتى رفع التربة ووضع التربة عليه مو واجب لأن الرواية أكو إيماء يعني هالشكل ينزل راسه اي 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 الجبينين اي احد الركبه اي لا 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 مو نعم نعم اي لا 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 شوفوا إذا ما يقدر ينحني على الأرض بمقدار السجود رواية خاصة أكو بدل هذا السجود بدل وضع المواضع السبعة على الأرض الإيماء يعني ينزل راسه أي لا 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 حسب القدرة بعد بل قرض میکنه مستحب ثواب عظیم هم داره اما حجة الاسلام اسمش نی یعنی اگه در آینده پول دار شد که میتونست بره مستطیع باید بره اگه کسی 10 بار با قرض رفت حج کار خوب کرده ثواب عظیم هم داره اما حجة الاسلام در جاییست که استطاعت باشه نه با قرض مستطیع شده باشه بله حتی اگه بتونه بده ظاهر ادله اینو تو عروه داره من استطاع یعنی نه با قرض مستطیع شده باشه یعنی با پول خودش مستطیع شده باشه مستطیع نی این کشف میکنه که مستطیع نبوده اگه الان نداره کشف میکنه مستطیع نبوده نه نه این کشف میکنه چند سال قبل فلانقدر پول میخواستن برای حج اینم داده حالا امسال که میخواد بره میگن باید اینقدر دیگه بیدی الان نداره اینو
این کشف میکنه که اون وقت هم مستطیع نبوده. نه 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 هذا رسالة رواية خاصة أكو تأويلها مولانا الحجة عز الله فرجه الشريف. من عدة خمس نقدر نقول لازم نشوف الروايات شنو. الرواية تصرح ما أدري ما أدري إذا رواية خاصة أكو تعين أنه بقية الله يعني مولانا الحجة عز الله فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه. لا كتاب الله وعترتي اللي العترة قالوا هذا نمشي عليه. نعم كلمة الماء اي 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 أدري البقية قال ومن ذريتي قال لا مو كل الذرية بعض الذرية الأنبياء بل اها الزواج واجبة واجب شي این مسئله رو عروه داره فقه هم تسالم دارن که نه این باید حج بره به هر صورتی باید حج بره. بله اگه مدیونه دینم مطالبه یعنی طلب میکنه طرف و اگه بخواد دینش رو بده حج نمیتونه بره یعنی اصلا مستطیع نی. بله نعم ای اي 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 اذا الحج الاعتيادي هالسنة تطي فلوس وهالسنة تروح يولا السنوات الآتية ها اذا ما طلع اسمك لا مو مستطيع. اما اي اما اذا عندك بمقدار الحج التجاري وهذا مو ضرر شديد لا لازم الحج التجاري تروح. اي اي بالي اي نعم اي اي لا المرأة إذا مو مستطيعة خو مو واجب عليها خلي الزوج هو مستطيع الزوج لازم يروح الزوج مستطيع والزوجة مو مستطيعة لا يعني يستطيع يبعث الزوجة لا لا إذا هي من فلوسها من ورث من فتشي صارت مستطيعة اي واجب تروح هي. اما اذا هي ما عندها فلوس زوجها لو ملياردير مو واجب يبعث زوجته للحج لا. نعم مستحب هذا. وصلى الله على محمد واله الطاهرين. Thank you.